فضای فرکانسی مثل فضای جغرافیایی هر کشوری جزو کیان اون محسوب میشه. همچنان که مرزبانی یکی از وظایف هر دولتی است، پایش و کنترل فضای فرکانسی هم جزو وظایف ذاتی اون هست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران که نهاد سیاست‌گذار این بخشه، روز شنبه طرحی رو به بهره برداری رسوند که این فضا رو از 4 نقطه ایلام، لار، جاسک و اردبیل مانیتور میکنه. توسط این تجهیزاتی که امروز افتتاح شد دقت بشه که تداخل فرکانس کمتر بشه و کسانی که طیف فرکانسی بهشون واگذار شده صحیح استفاده بکنن. این 4 سایت 700 هزار کیلومتر معادل حدود 1/3 کشور رو پایش می کنند در طیف فرکانسی 9 کیلو تا 30 گیگاهرتز. هر نوع تداخل، تخلف و فرکانس های غیر فعال شناسایی و گزارش می شن. ما الان باید هدایت کنیم که مثلا اپراتور فرض کنین اینترنتی یا اپراتور همراه یا اپراتور فیکس، شما در جاهایی که میخواید از فضای فرکانسی استفاده کنید بهتره برید به سمت این تکنولوژی که میتونید خدمات بیشتر با استفاده کمتر از منابع ملی فرکانسی به مردم بدید. با این افتتاح 62% فضای فرکانسی کشور مانیتور میشه. قرار این پوشش به زودی به 100% برسه. با مانیتورینگ فرکانس ها امکان استفاده بهینه از این فضا، ارتقای باند پهن و افزایش ضریب بهره‌وری فرکانس ایران که همکنون فقط 1.6% به وجود میاد. مهدی صادقی، خبر جام جهانی.